آش ماست یکی از خوشمزه ترین آش‌های ایرانه. برای همین سبزوار، آذربایجان، بروجرد، تبریز و اما چی بگم از آش ماست عراق. ما تمام این آش‌ها رو تو دایره المعارف به شما عزیزان دادیم. اگر موافق باشیم با هم بریم آش ماست عراق رو درست کنیم که به قول عراقی‌ها ولایت خودمه. خب برای درست کردن این آش یه مقدار روغن حیوانی رو توی ظرف میریزیم، اجازه میدیم تا داغ بشه. یعنی آش با روغن حیوانی بی نظیر میشه. ببینین عزیزان، ما لپه رو برای شما پختیم از قبل با استاک، بلغورم پختیم، برنجم پختیم، تمام این موارد رو آماده کردیم که اینجا سریع‌تر کارو انجام بدیم. پیاز داغو به روغن اضافه میکنیم، پیاز سرخ شده رو. میدونین آش هرچی پیازش بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. و بعد زردچوبه، فلفل سیاه، زردچوبه باید کاملا توی روغن سرخ بشه و بوی عطرش بلند بشه. علاوه بر این که آنتی اکسیدانش زیاد میشه، آش شما خیلی خوشمزه تر میشه. حالا موادی رو که پختیم و به این زردچوبه‌ای که کاملا سرخ شد با فلفل و پیاز داغ اضافه میکنیم. بلغور رو، برنج پخته و له شده، این آش ماست عراقه، و همینطور لپه. تمام این مواد رو با هم مخلوط میکنیم. عراق با توجه به اینکه شهر کوهستانیه، خب گاوداری و گوسفندداری خوبی هم داره. اونجا ماستای محلی عالی وجود داره و من جایگزین اون ماستا ماست کفیر ناری رو میکنم. ماست کفیر ناری رو توی ظرف میریزیم و بعد دوغ نعنا و فونه به این ماست اضافه میکنیم. برای اینکه ماستتون توی آش نبره، همیشه یه مقدار از مواد آش به این اضافه کنیم، بعد اینو بریزین توی آش. یعنی آش شما حالت ولرم پیدا کنه. اینجا تمام مواد رو مخلوط میکنیم و ظرف آش رو یه مقدار بزرگتر میکنیم تا بازم توش دوغ بریزیم. و الان دوغ رو اضافه میکنیم. معمولا عطر آش با گشنیزه. شما میتونین گشنیز رو بکوبین یا با زردچوبه تفت بدین یا به آشتون اضافه کنین که میزان عطر آش رو اضافه کنین. سبزی آش هم اضافه میکنیم. توی کلاس های آشپزی ایرانیمون ما انواع و اقسام آش های ایرانی رو آموزش میدیم که اون جلسه جزو پرطرفدارترین جلسات کلاسه. نمک هم اضافه میکنیم و همینطور فلفل. در ظرف رو میذاریم، اجازه میدیم نیم ساعت این آش جا بیفته.